پراکرور جنرالی و دوستانی کل قزاقستان بیرک اسیلوف روز 5 ینوار سال 2023 در سالگرد اول احتراس های خونین این کشور که بیش از 200 کشته به جا گذاشت از انجام یافتن روند تفتیش نهارومی های ماه ینوار سال 2022 خبر داد. او افزود که حادثه های ینوار یک فاجعه ملی بزرگ بود که همه را به دهشت آورده برای ما سبق مهم میگردید. تا امروز در جریان بررسی این حادثه تفتیشاتگران خرنالوگ حادثه های ینوار را پورا برقرار نموده در رفت آن سازمان دهندگان اساسی از جمله جنایتکاران و دست داشتن منصبداران بلندپایه حکومت را معین نمودند. اسیلوف تاکید کرد که تا حال جستجوی سلاح های گم شده ادامه دارد و ما نیز کارمندان دولتی که در رفت آشوب منفعت های ملی را به اعتبار نگرفته با حکومت خیانت کردند و امنیت شهروندان کشور را به خطر گذاشتند به جوابگری کشیده ایستاده ایم. و اینچنین از مشخص گردیدن هویت قریب همه کشته شدگان آشوب و سبب مرگ آنها نیز گفت. در این سخنرانی خود دوستانی کل دست داشتن سابق رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم مسلیموف را در حوادث یک سال پیش تصدیق نمود. او گفت پس از بررسی پرونده جنایی علیه سابق رئیس کمیته امنیت ملی حالا ما به باوری کامل گفته می توانیم که این عملیات بی سر و سامانی نظارت شونده و پیشکی به نقشه گرفته شده هدف برکنار کردن رهبریت عالی کشور بود. پرونده های جنایی کریم مسلیموف سابق رئیس کمیته امنیت ملی و جانشین او صادق‌قلوف در بررسی دادگاه ادامه دارد. آنها به جرم خیانت به دولت، غصب مجبوری حاکمیت و سوء استفاده از مقام عیبدار هستند. او اینچنین گفت که قریب در طول تمام سال 2021 کمیته امنیت ملی به این عملیات تیاری دیده حتی مقامات استخباراتی کشورهای خارجی را نیز جلب کرده است. سابق وزیر مدافع قزاقستان بکتانوف نیز در این حوادث عیبدار دانسته می شود. بنا به گفته داستانی کل بکتانوف ضمن این عملیات فرمانهای غیر قانونی داده انشاءاتهای استراتژی حربی را به محافظت گذاشت و برای برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی در کشور چوره ای نه‌اندیشید. دست داشتن دیک ارمن یک نفر پرنواز عالم جنایی در حوادث خونین ینوار سال 2022 نیز یکی از مهمترین نقطه ها در سخنرانی دوستانی کل قزاقستان است. بنا به گفته او دیک ارمن با فرمان سرپرست و کوراتورش از کمیته امنیت ملی آشوب را در شهر الماتا رهبری نموده است. گفت اسیلوف با گفته او قریب همه هیئت شخصی دپارتمنت کمیته امنیت در الماتا، ولایت الماتا و ولایت قزل ارده بنای کمیته امنیت ملی را با فرمان مسی مفتر کرده چاره برای محافظت بنا نه اندیشیدند. در نتیجه این بی اهمیتی آنها قریب 3000 یراق گوناگون مثل افتمات، سنایپر، تپانچه و مقدار زیاد تیر به دست آشوبگران افتاد. تا به حال مقامات دخلدار نسبت 720 نفر پرونده جنایی باز کردند که از این شمار 25 نفر را با جرم همکاری با سازمانهای تروریستی، 42 نفر را با جرم شرکت در گروههای جنایی، 8 نفر را با جرم پیروی به گروههای دینی تروریستی بازداشت کردند. علاوه بر این اسیلوف از اشتراک و بازداشت شهروندان خارجی در این آشوبها نیز گفت و افزود در میان نفران با جرم اشتراک در بی‌ترتیبی های عمومی شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و روسیه نیز هستند. در عموم در نارمه های ماه ینوار سال 2022 در قزاقستان 238 نفر جان خود را از دست داده بیش از 4000 دیگر زخمی شدند. دوستانی کل گفت از همه زیاد در شهر الماتا 151 نفر، در قزل ارده 26 نفر، در شمکند 20 نفر و در تروز 17 نفر جان باختند. اعتراض ها در قزاقستان صحنه 2 ینوار سال 2022 در پی یک باره قیمت شدن نرخ گاز مایع آغاز یافت. این اعتراض ها با نام های ینوار خونین و حادثه های ینواری و در خود قزاقستان با نام قنتر معروفند. ناآرامی ها تا صحنه 19 ینوار دوام کرد و برای فرو نشاندن آنها تا نیروهای ODKB به قزاقستان درآورده شدند. مقامات تاجیکستان تا کنون به ادعای دوستانی کل قزاقستان درباره اشتراک شهروندان تاجیک در اعتراضهای قزاقستان واکنش نکردند، ولی وزارت کارهای خارجه قرغیزستان پس از ادعای دوستانی عالی قزاقستان
دست داشتن و اشتراک شهروندان خود را به اساس دانست، تاکید کرد که یگان شهروند قرغیزستان نه در گردهمایی ها و نه در زدخورد و غارتگری های حادثه های خونین ینور اشتراک نکردند.